که وستایش کتاب است، چراغ راه دینش آفتاب است، به این دستور دربار خدایی شرف بخش جوان آریایی. درود دارم به همه مهربانیان عزیزم در هر کجای جهان که نشستید و این برنامه رو میبینید. درود دارم به آقای مهندس امیر شهرتی، کارگردان برنامه لس آنجلس، و همه شما که شش بامداد لس آنجلس، سه پس از نیمروز پاریس و نه بامداد نیویورک و تورنتو نشستید و ما رو ببینید. در ایران به جای ساعت 5:30 پس از نیم روز الان 4:30 است. یعنی چون ساعت ها در ایران اول مهر عوض شد و اروپا و امریکا هنوز عوض نشده، ما یک ساعتی که دو سه هفته با ایران اختلاف ساعت خواهیم داشت، ولی بعدا همون 5:30 پس از نیم روز برمیگرده. امروز به تایم شما یه ساعت زودتر شروع میشه. شاید خیلی از شما ما را دست بدید و نبینید، ایرادی نداره. دستان گرم همتون رو میفشارم و میبوسمتون و امیدوارم که شاد و خوش و پیروز باشید. عزیزان من، امروز روز بدرود با خانم رخشنده قره‌باغی است. یعنی تقریبا همین ساعت ایشون در پرلاشس دفن میشن. من یک نکته کوچیکی رو امروز به شما میخوام توضیح بدم که برای تاریخ ما خیلی خوب، درس تاریخی است. خانم رخشنده قره‌باغی تا آخرین روزی که زندگی کرد با تنگ دستی، با بیپولی زندگی کرد. خیلی ها فکر میکردن ایشون محافظ داره، 4 تا سگ داره، 6 تا آپارتمان داره، در رفا زندگی میکنه. ایشون از همون انگام تبعیدش به فرانسه کار کرد، ولی به هیچ کس نمیگفت. هیچ کس اینو نمیدونه، کمتر کسی، البته دو سه تا افراد میدونن، افرادی که خیلی نزدیک بودن به ایشون، ولی هیچ کس نمیدونه که این روزهای آخر پیش از اینکه بره بیمارستان مشکلات پرداخت منتیننس آپارتمانش داشت که نمیتونست تامین بکنه چون رقم رفته بود بالا. اینا کار نوسازی کرده بود، ایشون پول نداشت بده. حالا همه جای دنیا تا دیروز تا هر کی میپرسید که ایشون وضعش چقدر خوب بود چه نه، چون من از نزدیک با ایشون در حال رفت آمد بودم و خیلی چند نفر انگشت شمار دوستان بود. اینه که ما وقتی که با کسی دشمن میشیم خیلی خوبه که صداقت هم داشته باشیم. حتی ایشون که زن این بود که نه سیاسی نه هیچی دشمنی نمیتونه داشته باشه، ولی چقدر خوبه که انسانیت رو ما فدای اون مطامع شخصی خودمون و اون چه شنیدیم نکنیم. این روزها که نه، از خیلی وقتها پیش میان به ما اطلاعاتی میدن که غلطه. این اطلاعات غلط رو زنگ میزن، آقا من چقدر تو رو دوست دارم، عاشقتم، قربونتم میرم، فداتم میشم. شنیدی که حسین آقا با حسن آقا عروسی کرده؟ ای وای، آره یارو، چون یک عمر اومده تملق گفته، اونم پای تلفن اصلا چهره رو نمیشناسه، میپذیرم. در مورد خانم رخشنده قره‌باغی که از دنیا رفت، یک زن نمونه بود، یه زمین ساخته دوران محمد رضا شاه. تمام لباس های زمان محمد رضا شاه شو نگه داشته بود، یک قرون لباس نمی خرید. این شیک پوشی که داشت از همون لباس های قدیمش بود و خودش یک استیلیست طراح بود، در ایران کلاس درس داشت و غیره و اینها، ولی اینجا هم که اومد کار کرده به هیچ کی نگفت. این انگشتاشو به من نشون میداد، این روزهای آخر عمرش به من نشون میداد و ما میدیدیم که میگفت نگاه، از بس سوزن گرفتم دستم دیگه توان. ولی همه اونایی که ایشون رو اینجا میدیدن، نشست و برخواستش رو میدیدن، همه هم اومدن تو خونه ایشون باش مصاحبه کردن با شوهر ایشون و خونه ایشون رو دیدن چقدر تمیز، خوب، یک دو اتاقه ولی شیک که خونه رو افتادن میدید با همون دکوراسیون زمان شاه مثلا که خونه بزرگی داشتن فرق نمیکرد. نکته پایینی که من میخوام به شاه بگم اونه که جمهوری اسلامی اخیرا تلاش کرد ایشون رو برگردونه ایران. اومدن پاسپورت در خونش بهش بدن، در خونش، حتی گفتن خانم ما با شما هیچ کاری نداریم، خونه شما شده مرکز فرماندهی نیروهای نظامی ایران، نمیدونم ناجا پاجا، که چند میلیارد قیمتشه.
شما الان برید نصف اون پول رو بگیرید میشه چندین میلیون یورو، میتونید راحت زندگی کنید. ایشون بیمار بود، تنگ دست بود و به پول احتیاج داشت و اون پیشنهاد رو رد کرد. همه اونهایی که در کادر ایران و نظام اسلامی هستن میدونن که من راست میگم، میدونم که رژیم اومد در خونه ایشون زنگ زد که پاسپورتشو بده که بره ایران و هوای گرفتن خونه بگن خانم تیم سال قهرمانی اومد ایران. و ایشون در تومن ایران اجازه بدید بگم، چون بیمه 100% نبود ایشون، چون وقتی که رفت دکتر بخشی از هزینه رو خودش باعث میداد و لحظه روز رفتنش رو خودش انتخاب کرده. حتی من چند ماه تا رفت در بیمارستان ندیدم ایشون دیگه، چون نمیخواست کسی ایشون ببینه غیر از یک دخترش. ولی لحظه روز رفتنش رو خودش انتخاب کرد و رفت با چوب خالی و شاید با بدهی برای خونهش، که خونه ای که الان اینجا داشت از قدیم برای بچه‌هاش گرفته بود که درس بخونن، شاید این خونه الان دیگه مال نباشه یا بانکی کسی در رهن باشه چون بدهکار. ولی میلیون ها دلار میتونست از چند سال پیش بهش پیشنهاد کرده بودن برای خونه بزرگ کاخونه در ایران داشت بهش پس بدم دیگر به ایشون نرم. بارها در این مورد با من صحبت کرد، هم میهنانی هستن که در جریان هستن غیر از ماموران جمهوری اسلامی و سفارت و غیر اونا که میتونن در تاریخ شهادت بدن که این زن در هنگامی که میتونست یکی دو سال آخر عمرش بره این پولو بگیره، با اون پول مداوای خودش رو تداوم ببخشه، ادامه بده، مداوا بکنه، بتونه چند سال بیشتر زنده بمونه، ولی حاضر نشد تن بده در این شرایط بره ایران و به میهن خودش. این همین مشکل رو هنرمندان ما در داخل کشور دارن، مردم ما در داخل کشور دارن. میدونید که هفته پیش دوست نازنین من استاد نادر گلچی، یادگار و خاطره دوران خوش دیروز، صدای دلنشین، از دنیا رفت. چندین سال پیش چند مدت ها اینجا مهمان من بود نادر گلچی، زن بزرگ آزاده و یه خواننده هنرمند. ایشون برای 5 میلیون تومان، فقط 5 میلیون تومان میشه 1000 خورده دلار، برای 5 میلیون تومان که تو تخت بیمارستان بود بهش نرسید از دنیا رفت. با سربلندی، اینا با سربلندی میرن، نمیرن دست جایی دراز کن. در با فرهاد و خیلی کسی دیگه تو صحبت کرد، اینها که میلیارد میلیارد خرج جهان و این سو و آن سوی تازیان میکنن، شما ببینید که عزیزان ما چجوری بایستی از دست برن. عزیزان من برحال این تاریخیست که تکرار میشه. بزرگان در تنگ دستی، گمنامی، توی دستی از جان میرن و مملکت و میهن ما چپا میشه. اونم با 7000 سال پیش نیتوند. برای من امروز میخوام اختصاص بدیم به تقویم 7000 سال، چون از امسال ما یک تحولی در این سالنامه ای که 30 سال منتشر میکنیم دادیم. اون تحول اینه که یک ازدواج، یک عروسی، یک عشق، یک پیوند دادیم این سالنامه 7000 ساله رو با کلیت فرهنگ ایرانی آریایی، با همه ادیان، با همه اندیشه ها، با همه تمدن و با همه اندیشمندان بزرگی که در طول تاریخ اومدن در این زمینه کار کردن. از میترا که 7000 خورده سال اومد تا زرتشت ها و یکی پس از دیگری، تا موسا، تا مانی، تا مزدک، تا ایسا، تا خردمندان و اندیشمندانی که اومدن مثل دکتر کوروش آریامنش، ذبیح بهروز، استاد پور داوود. ذبیح بهروز کسی که این تاریخ 3700 ساله آخرین زرتشت را آورده به عنوان زرتشتی، تا استاد شجاع‌الدین شفا که تاریخ 2500 ساله رو پس از اینکه رفت اسرائیل جشنهای کوروش رو دید، اومد به پادشاه پیشنهاد کرد سالنامه 2500 ساله رو گذاشتن، که به من ایشون میگفت که اگر اون موقع اطلاعات کنین ما داشتن تاریخ 7000 ساله، ما نیست تاریخ 7000 ساله رو میگرفت. یاد همه اینا گرامی باد. به همین رو و به دین سان از امسال به جای 7039 توضیحات شد دادیم، ما در سال 7755 هست، سال 7755. و
به همین مناسبت یه برنامه که حدود 20 سال پیش من رفتم، شاید کمتر، 18 سال پیش، در رابطه با همین تاریخ آریایی، میترایی و شهبانو از نمایشگاه بن دیدن کردن، این بخشش رو امروز پخش بکنیم که این مسئله تاریخی بشه. سال 2000 در شهر بن آلمان نمایشگاه برگزار شد که ما دست داشتیم پشت صحنه. دولت آلمان پذیرفت این کار بکنه و یک سری آثار ایران رو از موزه تهران آوردن و چون خاتمی یه رئیس جمهور شده بود اون سال اولش چه بود این کار شد. حتی شهبانو رو خواهش کردیم تشریف بردن برای دیدن، میبینید دیدن میکنه از این نمایشگاه. قرار بود این نمایشگاه 7000 ساله هر سال در یک پایتخت جهان برگزار بشه، این قرارش. اما دشمنان ایران که بر ایران حاکمن، خاتمی رو از سال دوم ریاست جمهوریش دیدید که چه کردن و بعد قرار بود بیاد بلژیک، بیاد پاریس، بره لندن، بره همه جای دنیا، هر سال یه جا. بعدن یهو جلوی رو گرفتن. در بلژیک هم این کار شد، در بلژیک هم این نمایشگاه خیلی معدود گذاشته شد. بعد ایران تازی حاکم اینها اومدن بهانه کردن که ما هزینه بیمه رو نمیدیم، که این اجناس میخواد آثار جا به جا بشه و بیمه رو نمیدیم، کشوران که آثار باستانی گران قیمت، بیمهش خیلی مهم بود، نپذیرفتن. این قضیه فراموش شد، مثل همه فراموشی هایی که دادن از تاریخ کهن و 1000 ساله ما، و همه چیز رو فراموش کردن. امروز تازی ها برای شما مدعی و روزخونی و حسین و حسن و زنجیرزنی گذاشتن و خرد و دانش و اندیشه رو گذاشتن کنار. این تاریخ، این نمایشگاه 1000 ساله که شهر بن سال 2000 گذاشتیم، قدرت ای بچه ها، قدرت در اینجا کردیم. شما تو داخل نظامین چطور به خودتون اجازه میدین که تا این حد ما رو ذلیل و زبون و خار و پست و ابله بکنن؟ آشورا، تاسوعا، تاسوعا، آشورا، اربعین بزن تو سرت، تاریخ تمدن خودتو فراموش کن. برو برای کسایی گریه کن که تو رو بدبخت کردن، برای کسایی گریه کن که تاریخ و تمدن 7000 ساله از بین بردن. تا بکی بیعقلی؟ ببینید. و بعد امروز استثناهای دیگه در این برنامه هست. دل من خیلی پرخونه، دل من خونینه. یک نادر میخوایم، یک رضا شاه میخوایم، میخوایم یکی، یک یعقوب لیس میخوایم، یک کسی میخوایم که بلند شه، میخوایم، نه یه دیکتاتوری فردی. نمایشگاه 7000 سال تاریخ تمدن و هنر ایران شامل 180 مجسمه، ظروف و یافته‌های تاریخی است که از موزه ملی ایران به شهر بن در آلمان آورده شده. این موزه با در دست داشتن یافته‌های باستان‌شناسی، مهمترین دوران رشد مراکز تمدن را بر نگاه جهانیان می‌گشاید که در شناسایی تاریخ فرهنگ بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قدیمی ترین یافته این موزه مربوط به دو یافته سفالی است که عمر آن به هزاره ششم و هفتم پیش از میلاد میرسد و نقطه عطف تاریخ بشر را موسوم به انقلاب عصر حجر جدید رقم میزند. در این دوران شکار و جمع‌آوری دانه ها در روند خود تبدیل به دام پروری و کشاورزی میگردد. یکی از کهن‌ترین این آثار مجسمه پیکر زنانه که فرزند خود را در آغوش گرفته و سمبل باروری است می باشد. این اثر که از سفال ساخته شده در زنجان یافت و مربوط به 8000 سال پیش است.
کتیبه هایی را که مشاهده می کنید به زبان سومری و ایلامی نوشته شده. برخی از این کتیبه ها به زبان سومری و در 2000 سال پیش از میلاد در شوش نوشته شده. سومری ها در پایان هزاره چهارم پیش از میلاد نقش پایه‌ای در اختراع خط داشتند. با وجود اینکه زبان سومری در هزاره سوم پیش از میلاد از میان می رود، ولی در مدارس در منطقه بین النهرین از آن استفاده می شد و بعدها نیز به عنوان آیین مورد بهره برداری قرار گرفت. از هنگام اینکه انسان ایرانی بر اساس آخرین نوشته هایی که در رابطه با ایران منتشر شده، از هنگام اینکه انسان رومان گریشمن بزرگترین محقق و پژوهشگر فرانسوی بر این باوره که نخستین بخشی از کره زمین که به خشکی گراییده در میلیون ها سال پیش، حالا روی قدمت این و اندازه گرفتن سالیش فعلا نمیخوایم صحبت بکنیم، میگن این بخش از کره زمین همین فلات بزرگ ایران بوده. فلات بزرگ ایران میدونیم که از تمامی این کشورهایی که با ستان امروز تموم میشه، مثل تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و غیره تشکیل میشده، تا ایران کنونی، تا بخش عظیمی از ترکیه کنونی و عراق، و همینطور بریم تا برسیم به بخشی از حتی سرزمینایی که امروز سرزمینای عربی هست. این فلات ایران نخستین بخشی بوده از کره زمین که به خشکی گراییده، یعنی بشر نخستین از اونجا برخواسته. حالا تاریخی این رو اون بر اساسی که به وقوع پیوسته، چون نگارشی وجود نداشته، ما نمیتونیم بگیم دقیقاً کی بوده، اما از اون هنگام‌هایی که انسان لااقل از زندگی قارنشینی کم کم منتقل میشه به پایین‌های کوه‌ها میاد و کشاورزی رو شروع میکنه و مراحل مختلف تمدن رو که در این فرصت کوتاه نمیخوایم بهش بپردازیم رو دنبال میکنه، تا اینکه به ده و زندگی دهنشینی و روستانشینی، یعنی نخستین اجتماعات کوچک مردمی رو تشکیل میده که پس از دهنشینی به شهرنشینی میرسه و پس از شهرنشینی کشورداری رو میآفرینه، در تاریخ ایران به 7000 سال حداقل و دست کم میرسه. ولی این مراحل دیگه که گفتیم 10000 سال، 12000 سال، 15000 سال بوده. حال ما اگر بدونیم که شناسنامه ما چیست، اگر بدونیم که در طول تاریخ چه کارهایی رو کردیم، اینها به عنوان تجربه و دستاوردهای مثبت و منفی میتونه برای رشد و بزرگی یک ملت و یک سرزمین نقش بسیار مهمی داشته باشه، پس این هرگز در دام توطئه‌گرانی که مایلن ما را از تاریخ و فرهنگ خودمون دور کنن به بهانه گیرم پدرتو بود فاضل، ما تسلیم این تله و دام نخواهیم شد و نبایستی بشیم، و برعکس بایستی همین جنبشی که الان شروع شده، جنبش بازخوانی سرگذشت پیشینیانمون رو دنبال بکنیم، تا اینکه هنگامی که تو بدونی چقدر در تاریخ جایگاه داری، تجربه داری، تا چه حد تو نقش تعیین کننده داشتی یا حتی نقش مخرب، این به تو کمک میکنه که بهتر بتونی روی پای خودت وایسی، بهتر بتونی تلاش بکنی و فردای زیباتر و بهتری رو رقم بزنید. ملتی را اگر ما بیاییم تاریخ کهن هزاران سالش رو بگیریم، بگیم تو 600 سال، 700 سال، 1000 سال، 1400 سال تاریخ داری، یعنی تمامی اون پیشینه که دریایی از تجربیات برای بشریت میتونه باشه ازش قیچی کردیم. مثل اینکه زبانشو، زبان تو که حافظ، مولوی، سعدی، خیام رودکی به اون زبان شعر گفتن رو به ناگاه بیایم عوضش بکنیم، تو چی میشی؟ قطع میشی از تمامی داده های دیروز خودت. ای دوست بیا تا غم فردا نخوری، ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، این یک دم عمر را غنیمت شماریم، این یک دم عمر را
غنیمت شمری. حالا به چند نمونه فقط ما توجه میکنیم که بیانگر فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایرانی است. چند نمونه، مثلا پزشکی در ایران کهن به چه ترتیبی بوده. ما در هزاران سال پیش، دقیقا در 5500 سال پیش در ایران جراحی مغز انجام میدادیم. آیا این رو وقتی که من تو او و فرزند من و فرزند تو بدونه بشنوه بهش کمک نمی کنه که بهتر محکمتر روی پای خودش بیسته و ببینه 5500 سال پیش در سرزمین ایران جراحی مغز انجام می شده؟ در اوستای کنونی که می دونید اوستای کنونی بخش اندکی است از اوستای نخستین که 120 جلد کتاب بوده، یعنی چندین هزار صفحه کتاب بوده که در پی تازش های بیگانگان به سرزمین ما از بین رفته. اونی که الان مونده، همینی که الان مونده در همین اوستای کنونی، از انواع پزشکی سخن رفته، یعنی از هزاران سال پیش انسان آریایی ایرانی انواع پزشکی رو میشناخته و میدونسته. پزشکی با کارد، اونطور که در اوستا اومده، پزشکی با کارد یعنی چه؟ یعنی جراحی، یعنی با کارد میشکافتن و جراحی میکردن. پزشکی با گیاه یعنی همین پزشکی دارویی بوده، اون موقع مثل امروز داروهای شیمیایی نبوده، گیاه بوده، پزشکی گیاه. سومین نوع از پزشکی که وجود داشته در ایران کهن پزشکی روان پزشکی بوده، روان درمانی بوده با عنوان پزشکی گفتار و سخن. یعنی روان پزشکی رو هم تو عنصر ایرانی آریایی از هزاران سال پیش داشتی. نکته بسیار قابل تأمل و توجه دیگه این که در ایران کهن زن جایگاه بزرگ و والایی داشته. در 6000 سال پیش در ایران زن فرمان روایی میکرده و همونطور که فرمان روایی میکرده در کنار مرد از حقوق مساوی برخوردار بوده، از حقوق مساوی و حتی گزینش شوهر با توان و اراده خودش بوده. در 6000 سال پیش، در 7000 سال پیش که ما میدونیم در قبایلی، در فرهنگ‌هایی، حتی همین 1000 سال پیش، 1400 سال پیش دختران خودشون رو ننگ می‌دونستان و زنده به گور می‌کردن دختران خودشون رو. ولی تو عنصر ایرانی در هزاران سال پیش جهان رو تغییر داده بودی، آنگونه که در کتاب‌های کهن تاریخی و دینی به ویژه می‌تونیم بگیم در کتاب عهد عتیق که تقریبا همون تورات هست اومده، میدونید که در هنگامی ایران بر بیش از 120 کشور فرمان روایی میکرده و این فرمان روایی نه با زور شمشیر بوده، بلکه ملت‌های دیگه فرهنگ، تمدن، دانشگاه‌ها و مدارس و علم و دانش ایران رو پذیرفته بودند و اونها خودشون میومدن همکاری خودشون رو، همراهی خودشون رو با ایران اعلام میکردن. در آثار تخت جمشید ما میبینیم که انسانهای که از کشورهای دیگه، از ملیتهای دیگه به ایران میومدن خودشون با دست و پای خودشون هدایا و تحفه هایی رو برای ایرانیان به ارمغان میآوردن تا اینکه بتونن از امکانات دانشگاهی و علوم و فنون ایران بهره ببرند و بهره ها رو بردند. انسان ایرانی که در هزاران سال پیش تمدن‌هایی مثل تخت جمشید رو ساخته که می‌دونید با کشفیات اخیری که از ایران و تاجیکستان و بخشی از افغانستان به عمل اومده، تخت جمشید یک نمونه از کاخ‌های ایرانی بوده که در سیلک کاشان، در پامی، در شوش نیز نمونه‌هایی ازش بر جای مونده که کم کم داریم کشفش می‌کنیم و به دست می‌آوریم و از زیر خاک‌ها درش می‌آوریم.
از شما دقایقی پیش نمایشگاه 7000 سال هنر ایران رو دیدن کردید، یا به دیگر سخن شما تاریخ هویت ملی ایرانیان رو ورق زدید. شما وقتی که این تاریخ رو ورق می زدید چه ها دیدید؟ برای من واقعا باعث خوشبختی بود که بتونم از این نمایشگاه دیدن بکنم. و اگه به یاد داشته باشید، اولین نمایشگاه 7000 سال تاریخ و هنر ایران در فرانسه افتتاح شد در سالهای 1962 و بعد چند سال بعد در نیویورک. البته هم این دیدار مملو از خوشبختی ولی در ضمن دردناک، به خصوص موقعی که خبرنگاران خواستن که در جلوی نقش ایران عکس بگیرم. احساساتی میشه که بعد از چند سال فقط من اجالتاً اجازه دارم که در جلوی نقش ایران عکس داشته باشم، ولی این امید در دلم هست که یک روز انشالله بتونم در داخل مملکت خودم باشم. و این نمایشگاه از این نظر مهم هست که واقعا متاسفانه بعد از این سالها فجایعی که در مملکتمون اتفاق افتاد و دیدی که مردم دنیا نسبت به ایران داشتن و به خصوص جوانانی که ایران رو نمیشناختن، افتخار ایرانی بودن رو دوباره در خودشون حس کنن، به خصوص ایرانیانی که خارج از ایران هستن و هم آشنا بشن با تاریخ فرهنگ و پر افتخارشون، هم در برابر دید خارجی که متاسفانه تمام این سالها چیز دیگه ای از مملکت ما دیده، بدونن که از چه مملکتی، از چه تاریخی، از چه تمدنی میان. و اون چیزی که مهم هست اینه که واقعا هر بار فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی مورد حمله قرار گرفته، همین هویت و فرهنگ دوباره زنده مونده در ایرانیا و زنده نگهش داشتن. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، بین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر کهن درگذریم با 7000 سالگان سر به سریم. بله مهربان یاران، قرار شد بخش های کوتاهی رو از این فرهنگ و تمدن بزرگ و اهورایی با هم مرور کنیم تا ببینیم ایرانی از هزاران سال پیش سپاه یعنی ارتش منظم، پیک، پستی که امروز متداول شده، دانشگاه ها، کتابخانه ها، مدارس بزرگ، تربیت انواع گیاهان دارویی و هزار و یک نمونه و مدل دیگه، ساختارهای سازمانی حکومتی، تقسیمات کشوری به شهر، روستا و مجموعه چند شهر، استان که این ستان همچنان بر جای مونده تا به امروز رو آفریده و تقدیم بشریت کرده و در همه هنگامه ها احترام و عزت به انسانیت رو حفظ کرده و هرگز فرهنگ و اندیشه رو به زور به ملت و مردمی نداده. و این آیین کهن هزاران ساله اوستایی، آریایی، ایرانی تنها به گفته تمامی پژوهشگران و محققان بزرگ جهان تنها تفکر و اندیشه است که مانیفستش و برنامه انسانسازش همونطور که میدونید در 3 کلمه خلاصه میشه: ز گفتار و کردار و پندار نیک
فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه بجو راه جنات عدن، رهی که از عدن تا خداوند شد. یعنی ببینید هیچ مکتبی تا کنون نیامده که بتونه مکتب خودش رو در سه کلمه پندار، کردار و گفتار نیک خلاصه کنه. اینو سرزمین تو، آیین تو و اندیشه تو این کارو کرده. اون عظمت و بزرگی رو به انسان که زن باشه و یا مرد داده و این تخت جمشیدهای بزرگی رو که می ساختن که در این نمایشگاه 7000 سالی که در رابطهش صحبت خواهیم کرد اسنادش وجود داره، هرگز مثل دیگر ملت‌های ایرانی‌ها از برده استفاده نکردند. بردگان در ایران جایگاهی نداشتند، بلکه تمامی این کاخ‌های بزرگ و تمدن‌سازی ایران کهن با دستمزد، با پرداخت دستمزد انجام شده. یعنی تخت جمشیدها رو بردگان به رایگان نساختند. یعنی ایرانی استثمارگر نبوده، غارتگر نبوده، تاریخ این را گواهی میده. زیرا که خرد همواره آینه‌ای در برابر چشمانش بوده، آذرخشی بوده، مشعلی فروزنده بوده تا به حقوق انسان در تمامی زمینه‌هاش، در تمامی زمینه‌هاش احترام بگذاره و رعایت بکنه. بر همین اساس در تاریخ کهن ایران بیگاری کشیدن از مردمان نیست وجود نداشته. با هم صحبت خواهیم کرد در رابطه با سالنامه 7000 ساله و در رابطه با تلاش هایی که طی این سالهای اخیر از هنگامی که این پرده کنار رفت و ملت ایران، ملت آریا در پراکنده در سراسر جهان پی برد که حداقل دست کم 7000 سال تمدن داره. کارهای بزرگ پژوهشی انجام گرفته در طی این سالها که به گوشهایی از اون اشاره خواهیم کرد. علل فصل بهاره جانا که تا جانان باشیم، یکی شمع و یکی پروانه باشیم. بله، همونطور که گفتیم تاریخ در دو جایگاه ازش استفاده میشه. کاربرد تاریخ، واژه تاریخ، یکی برای شمارش ایام و روزگاران، یعنی برای سالنامه، و دیگری برای سرگذشت پیشینیان. اما در رابطه با سالنامه و تاریخ روز شمار می‌دونیم که هر ملتی، هر قومی، هر سرزمینی، چه امروز چه در روزگاران کهن و دیروز، بر اساس‌های تاریخ‌ها و تقویم‌های رو برای خودشون به وجود آوردند. مثلا تاریخ عبریان، مهربان یاران کلیمی، از هنگامه زایش آدم و آدم هوای معروف و مشهور گرفته شده. یعنی چون معتقد هستند که 5700 خورده سال پیش آدم به دنیا اومده، سالنامه خودشون رو کلیمیان بر این اساس پایه‌گذاری کردند. یا مثلا
عرض کنم خدمتتون که زرتشتی های ما آخرین زرتشت رو از هنگامه استاد ذبیح بهروز، از زمان استاد بهروز، اینها از 3700 خورده سال، یعنی آخرین زرتشت، نه نخستین زرتشت. در این رابطه در کتاب آیین اوستا ما توضیحات کامل دادیم که مهربان یاران زرتشتی امروزه 3700 خورده رو استفاده میکنن، که البته میتونن اگر زرتشت نخستین رو بخوان از تاریخش استفاده کنن فراتر از 6-7000 سال میشه. یا مثلا مسیحیان زایش عیسی مسیح رو گرفتن که امسال در سال 2002 هستیم، که خب دیگر ملت ها و سرزمین ها به دلیل اینکه تاریخ ثابتی ندارن، از این تاریخ تقریبا اکثر جهان به جز ایران و افغانستان ازش استفاده میکنه. تاریخ دیگه تاریخ هجری قمری و یا هجری شمسی است، تاریخی است که شروع شده، آغازش از روزی است که پیامبر اسلام پس از اینکه جانش در خطر قرار گرفت و در مکه خواستن ایشون رو، اعضای فامیلش و اعضای خاندانش خواستن ایشون رو بکشن، ایشون شبانه داماد خودش رو، پسر عموی خودش رو، امام علی رو در رخت خواب خوابوند که به جای خودش باشه و خودشون گریخت، فرار کردن، هجرت کردن، رفتن به مدینه تا جون خودشون رو نجات بدن و نجات هم دادن جون خودشون رو. این تاریخ پس از وفات پیامبر اسلام، خلفای پیامبر اسلام گرفتنش به عنوان تاریخ اسلامی که امروزه بر اساس قمر، ماه یا شمس، خورشید گرفته شده، که ما ایرانی ها میگیم خورشیدی و خود عرب به عنوان قمری استفاده میکنن، و چون قمری هست رقصانه، یعنی اون تاریخ هجری قمری رقصانه و ثابت نیست. بر همین اساس هیچ یک از دولت و کشورهای اسلامی نمیتونه تاریخ خودش بر اساس تاریخ اسلامی تنظیم بکنه، چون یهو اول سال در بهار، یه بار دیگه در زمستان، در تابستان، 10 روز اختلاف در سال هست و اینها نتونستن اون رو تثبیتش بکنن. همین دلیل اکثر کشور اسلامی از تاریخ مسیحی استفاده میکنن، با ایران از هنگامی رضا شاه بزرگ از تاریخ هجری شمسی استفاده میکنه، که این تاریخ یادمون نره توسط خیام، عمر خیام طراحی شد این تاریخ، و همچنان که در رباعی که پیش از این براتون خوندم از عمر خیام، خیام به 7000 سال فرهنگ تمدن ایران معتقد بود و اصلا تاریخ رو میخواست بر این اساس تثبیت بکنه. اما اون موقع چون جو دینی خیلی قوی بود در داخل ایران و تهدید به مرگ شد، ایشون اون رو رها کرد و تقویم جلالی که میبینیم در اومد. اما خوشبختانه با آگاهی مهربان یاران عزیز میرسونم که همونطور که میدونید در این چند سال اخیر که به ویژه سالنامه 7000 سال سال به سال منتشر میشه، تحولات گسترده‌ای در سرتاسر جهان آریایی پدید اومده. استاد ایرج ملکپور، عضو برجسته آکادمی ایران و به ویژه بخش ژئوفیزیک دانشگاه ملی ایران، چند سال پیش من با ایشون صحبت می‌کردم، خودشون فرمودند که دارن تاریخ 7000 ساله رو وارد کامپیوتر دانشگاه ملی ایران می‌کنن، و یعنی رسمیت این تاریخ نسبت به خود کشورمون ایران تقریبا تایید شده و تثبیت شده هست، و در این رابطه کارهای پژوهشی بسیاری در این سالها ارائه شده که تمامی روزنامه‌های چاپ داخل کشور حتی از ایران گرفته، کیهان گرفته، همشهری گرفته، از کام خدمتون رسالت گرفته، تمامی روزنامه‌ها، خرداد، پیام توست، بعضی از روزنامه‌های کلان نیستن، اینها همه هر از چندی به ما خبر دادند که در گوشه و کنار ایران آثاری از تاریخ 7000 سال ایران کشف شده که این تاریخ رو دیگه جاودانش کرد. و میدونید که بر اساس این سالنامه‌ای که مدت هاست داره منتشر میشه، ایام هفته نیز به پارسی درش اومده، یعنی میدونید که شنبه یک، شنبه دو، شنبه و الی آخر، این شنبه از همون شبات میاد که در زبان عبری استفاده میشه و در زبان عرب نیست، همون شبات شده سبت، از سبت میگن. ولی ایرانی ها همواره بر اساس مهر، خورشید
می سنجیدن روزها رو و می نامیدن روزها رو و اخترهای دیگر. بر همین اساس شنبه در فرهنگ کهن ایران در اصل بوده کیوانشید و یک شنبه مهرشید و دوشنبه محشید، سه شنبه بهرامشید و چهار شنبه تیرشید و پنج شنبه اورمزدشید و آدینه که به جمعه مشهور شده، آدینه ما ناهیدشید بوده. و تاریخ هایی که در غرب استفاده میشه، چه در زبان انگلیسی چه در زبان فرانسه و یا آلمانی و دیگه، بر همین اساسه. یعنی ما که در فرانسه هستیم میگیم سامدی دیمانش، لندی مردی یا ساندی ماندی به زبان انگلیسی و غیره، میبینیم که بر کپی شده همین شیوه ایران کهن هست. از سالنامه که ما به طور مختصر عبور بکنیم، نکته دیگه که بسیار قابل توجه هست همین نمایشگاه تاریخ 7000 ساله ایران هست که اینک در شهر بن جریان داره و از سال 2001 شروع شده و برخی از آثاری رو که در حین همین برنامه دیدید از این نمایشگاه گرفته شده بود. ولی من با آقای مهربانیاران می‌رسم که سال 1962 نیز نمایشگاهی از 7000 سال فرهنگ و هنر ایران در شهر پاریس برگزار شده بود در گراند پاله و پس از اندی از اون هنگامه اینک از سال از ماه آگوست 2001 در شهر بن آلمان در موزه رسمی شهر بن آلمان 7000 سال هنر در ایران نمایشگاهش برگزار شد که استقبال شدیدی که از این نمایشگاه شد، مجبور شدن آلمانی ها که چند ماه این نمایشگاه رو به اصطلاح تمدیدش بکنند. یک شهر پاریس، عروس شهرهای جهان، یک خیابان شانزلیزه، شهره خیابانهای دنیا و یک خانه فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران.